با نام خدا و سلام بر شما. با مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 30 ثور سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط مهمترین خبرها: با صفر رسیدن فساد در گمرک‌ها. مگه انشاءالله اوز دغه ویلی سپدیر قوت سره چې الحمدلله دلته د فساد کچه سیده انشاءالله صفر ته په نږدې کېدو ده. اعلام طرح کمیسیون تماس با چهره ها تا یک روز دیگر. مواد موږ جوړ کړی دي هغه ټول نهایي شوی دي. انشاءالله کېدای شي سبا موږ تاسو یو ځای کې غونډه ولرو او پریس کانفرانس درکړو. پیشرفت ها در گفتگو بر سر مدیریت میدان های هوایی. تایید شدن ویروس جدید و نادر در آمریکا و اروپا. و خواست اتحادیه تولید کنندگان قالین برای رشد انسان. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. وزارت مالیه میگوید که فساد در گمرکات کشور رو به صفر شدن است و از نهادهای جهانی میخوان که به افغانستان بیان و روند جمع‌آوری عواید را از نزدیک نظارت کنند. رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در گفتگوی اختصاصی با آریانا نیوز شفافیت در روند کمک‌های جهانی را زیر سوال میبرد و میگوید که جهان تا کنون به ارزش 2 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه فرستادن، اما این کمک‌ها برای کاهش فقر هیچ کمکی نکرده است. میراج محمد میراج تاکید دارد پول‌های نقدی را که جهان به بانک مرکزی افغانستان می‌فرستد، این پول در پروژه‌های یوناما به مصرف می‌رسد. فساد اداری که در گذشته لکه ننگین در دامن جمهوریت بود، حالا به نظر می‌رسد که امارت اسلامی این لکه را از دامن افغانستان برچیده است. رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در گفتگوی اختصاصی به آریانا نیوز میگوید که فساد در گمرکات تقریبا به صفر رسیده و او از همه نهادهای جهانی مبارزه با فساد میخواد که روند جمع‌آوری عواید را از نزدیک بررسی کنند. اوس الحمدلله په افغانستان کې یو اسلامي نظام قائم دی. راسی تاسو اوس دلته وګورئ چې دلته څومره شفافیت موجود دی. موږ انشاءالله اوس دغه ویلی سو په ډیر قوت سره چې الحمدلله دلته د فساد کچه سیده انشاءالله صفر تا په نږدې کېدو دی. این مقام وزارت مالیه شفافیت در روند کمک های جهانی را زیر سوال میبرد و مدعی است که تاکنون به ارزش 2 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه به افغانستان سرازیر شده، اما هیچ تغییر در دسترخوان مردم نیامده و فقر پابرجاست. به گفته او، اگر نیم از این پول را جهان به امارت اسلامی میداد، حالا وضعیت تغییر می داشت. یعنی 2 میلیارد دلار رو دغه کوم ځای نیولې دی؟ تاسو موږ ته راوخی د بیوزلی نو بیا ولې دومره زیاته ده؟ 2 میلیارد ډالر نو موږ امارت د 500 میلیارد ډالر ورکی، بیا تاسو په دې ټول افغانستان کې وګورئ چې دلته یو فقیر شته دی. دغه کار واقعا دغه چې کوم هغه دي موسسات دي، هغه خپله غواړي چې داسې مصنوعي لوږې مصنوعي فقرونه را ایجاد کړي، او هغه خلک هغه یوه ډوډۍ ورته ورکوي ټوله ورځ هلته کینولي. به گفته آقای معراج، مالیه 10% کردیت کارت ها به بودجه ملی اضافه می شود و به مردم اطمینان می دهد که عواید کشور به جیب افراد نمی رود. این مقام وزارت مالیه می افزاید که عشر و زکات شامل مالیه نمی شود و مردم مکلف نیستند که عشر و زکاتشان را به دولت و یا هم اعضای امارت اسلامی بدهند. عشر و زکات منگه پا مالیه که خپل نده شماره دهی نه. فیلال منگه خودی که دیگوی خپل خواه خده. یو چا مده زکات فرسی که اغی خپل ځل ارحام ته ورکی، نور غریبانو ته ورکی، که دولت ته ورکی. او بیا د دولت وروستنۍ پالیسي ده چې دولت دی کې بیا څه هغه کوي، څه تصمیم نیسي، چاهیې دغه ټول د دولت په چوکاټ کې راټول شي. رئیس عمومي عواید همچنان میافزاید پولهای نقدی که زیر نام کمک های بشردوستانه به افغانستان فرستاده می شود برای امارت اسلامی نیست، بل این پول در پروژه های یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان به مصرف می رسد.
قرار است کمیسیون عودت سیاستگران طرح چگونگی گفتگو با چهره ها و شخصیت های سیاسی بیرون از کشور را فردا در یک نشست خبری اعلام کند. این کمیسیون ناوقهای روز پنج شنبه نیز سومین نشستش را در دفتر معاون سیاسی رئیس الوزرا برگزار کرد و قرار است شنبه در نشست خبری مشخص کند که با کدام چهره های سیاسی و با چه روی کرده وارد گفتگو و مذاکره خواهند شد. سیاستگران و چهره های شناخته شده حکومت قبلی هم بر گرد آمدن در دور میز مذاکره با امارات اسلامی تاکید دارند. عبیدالله انوری گزارش می‌دهد. شنبه مشخص خواهد شد که کمیسیون هفت نفری از مقام‌های ارشد امارات اسلامی با کدام چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی و با چی روی کرده وارد گفتگو خواهد شد. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم که در رأس این کمیسیون قرار دارد می‌گوید طرح چگونگی عودت سیاستگران نهایی و از سوی رهبر امارات اسلامی هم مورد تایید قرار گرفته است. کمیسیون سیاسی امارات اسلامی پس از ایجاد سه نشست را برای نهایی ساختن طرح چگونگی گفتگو و عودت سیاستگران کشور برگزار کرد. طرح جوړ شوی ده، میکانیزم جوړ شوی ده، امیرین صاحب سره موږ ملاقات وکړو د تیر جمعه کې، یغه موږ لپاره امضا کوم مکمل کوم مواد موږ جوړ کړی دي، هغه ټول نه هیڅ وی دي، ان شاء الله کېدای شي سبا موږ تاسو یو ځای کې غونډه ولرو او پریس کانفرنس درکو. به باور آگاهان این کار گام مهم برای جلوگیری از یک تنش سیاسی و نظامی دیگر در کشور برشمرده می شود. آنچنان که برخی سیاستگران و چهره های شناخته شده حکومت قبلی هم برگرد آمدن به دور میز مذاکرات تاکید و از ایجاد این کمیسیون هم استقبال می کنند. این ما به فال نیک می گیریم و هرگاهی که اونا به شورای عالی مقاومت ملی به ما همان کننده ایشان که حال دست به صورت دارالانشا فعال هستند و اونا میتونن که تماس بگیرن و ترتیب مذاکرات بین شورای عالی مقاومت ملی در نجات افغانستان و بین طالبا برقرار شوند. در پی سرنگونی جمهوریت شمار از مقامهای حکومت پیشین از افغانستان فرار کردند. حالا اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین افغانستان از اینکه نقش پررنگ در سقوط نظام و فرار دادن اشرف غنی داشت و از مردم معذرت می‌خواهد و می‌گوید که برای جلوگیری از جنگ و کشتار راه جسترک افغانستان نداشتند. ما پلان داشتیم که برای مذاکره به دوحه برویم و من شخصا می‌خواستم همراه آنها مذاکره کنم، اما در همان روز موضوعات بسیار زود تغییر کرد و یگانه کار خوب را که انجام دادیم توانستیم شهر را نجات بدهیم. ما توانستیم مردم شهر خود را نجات بدهیم. شما تصور کنید که اگر جنگ سرک به سرک و کوچه به کوچه می شد، بسیار اشخاص نمی توانستن از کشور فرار کنند. اما پرسش این است که آیا چهره‌های سیاسی صرف برای زندگی عادی به کشور برگردند یا فضای فعالیت سیاسی و مشارکت در حکومت هم برایشان فراهم خواهد شد؟ این پرسش را گذر زمان پاسخ خواهد داد. امارات اسلامی از پیشرفت‌ها در مذاکرات قرارداد میدان‌های هوایی کشور با قطر و ترکیه خبر می‌دهد. معاون سخنگوی امارات اسلامی هرچند می‌گوید تاکنون به توافق نهایی برای قرارداد مدیریت تکنیکی پنج میدان هوایی بین‌المللی کشور با ترکیه و قطر دست نیافتند، اما تأکید می‌کند که در سفر اخیر هیئت امارات اسلامی بر رهبری سرپرست وزارت خارجه کشور به دوحه دیدارهای با مقام‌های قطری صورت گرفته که در نتیجه این دیدارها موارد باعث به درازا کشیدن مذاکرات بر سر قرارداد میدانهای هوایی افغانستان با ترکیه و قطر شده است شناسایی شده و تلاش‌ها برای حل آن جریان دارد. در پی به درازا کشیده شدن مذاکرات تیم‌های تکنیکی امارات اسلامی با هیئت مشترک قطر و ترکیه بر سر چگونگی قرارداد مدیریت تکنیکی پنج میدان هوایی بین‌المللی کشور، حدود چهار هفته پیش سرپرست وزارت خارجه کشور در رأس یک هیئت بلندپایه به شمول سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی به قطر رفتند تا سرنوشت این مذاکرات را روشن ساخته و از طولانی شدن گفتگوها جلوگیری نمایند. حالا معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید که در نتیجه دیدار این هیئت با مقامهای قطری مواردی که باعث طویل شدن مذاکرات گردیده شناسایی شده و تلاشها برای نهایی شدن مذاکرات جریان دارد. مجالس و مذاکرات خوب بود و مواردی که مسائل را به تعویق انداخته و
نقاطی که پیچیده می باشه اون نقاط مشخص شد و روی از اون نقاط بررسی انجام خواهد شد تا مشکلات حل شود. از سوی هم معاون اول ریاست الوزراء در نشست با شماری از تاجران ملی کشور در امارات متحده عربی تاکید می کند که به مقامهای وزارت هوانوردی هدایت داده تا گفتگوها بر سر قرارداد میدانهای هوایی کشور را جدی تر بسازند. ام ده دغا قربانو سره ام ده نور ملکو سره مش په خبره کی خو غالی با داسې به تر اوسه موافقه د چا سره نه یې سوې او موږ به انشاءالله په دې خبره غور کوو لکه څنګه حاجي صاحب چې وویل چې موږ به د هوانوردۍ کوم مسؤلین چې دي هغه به انشاءالله موږ په دغه جریان کې واچوو او دې هم په جریان کې تر مخه هم دي او موږ به توجه انشاءالله و دغه خبرې ته کوو. در چند ماه گذشته چندین بار تیم‌های تکنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی با هیئت تکنیکی مشترک ترکیه و قطر نشست‌هایی را برگزار کردند، اما تاکنون به توافق نهایی دست نیافته و هنوز هم روشن نیست که چه زمان این مذاکرات به نتیجه نهایی خواهند رسید. در ملاقات‌هایی که قبلا هم صورت گرفته اینا به نتیجه به خاطر نرسیدند که قطر و ترکیه هیچ نوع امتیازی برای افغانستان قائل نیست، نه به شمول تکس مالیه و یا دیگه، فقط قرارداد یک جانبه محسوب میشه و همین خاطر هم است که آیاتی که قبلا رفته بود به قطر بدون دستاورد برگشت. پیش از این گزارش های مبنی بر تلاش ترکیه و قطر برای حضور نظامی در میدان های هوایی افغانستان نیز پخش شده است، اما امارت اسلامی با رد این گزارش تاکید می کند که مذاکراتشان با قطر و ترکیه ابعاد تکنیکی دارد و هیچ صحبت در مورد حضور نیروهای نظامی قطر و ترکیه در این مذاکرات صورت نگرفته است. موزیم هرات دارای 4000 اثر تاریخی است که تنها 400 اثر آن به دید عموم گذاشته شده است. مسئولان این موزیم میگویند نبود جای معیاری و امکانات کافی سبب شده است تا نتوانند همه اثرها با قدامت را به نمایش بگذارند. طی سالهای گذشته برای ایجاد ساختمان مناسب و معیاری به خاطر موزیم هرات کار صورت نگرفته است. وزارت داخله اخیراً گفته است که برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی یک قطعه خاص ایجاد می‌کند. دومین موزیم بزرگ پس از موزیم کابل است. تنها 400 اثر تاریخی در 3 سالن در موزیم هرات به نمایش گذاشته شده است. اما صدها اثر تاریخی دیگر به دلیل نبود جای مناسب فعلا در گودام نگهداری می شوند. سالونایی که امروز شما می بینین اینا در گذشته برای خوابگاه سربازان که اینجا بچی بودن استفاده می شده. یعنی اینا معیاری برای موزیم نیه. تعمیر موزیم که باشه مدر از داخل و از نظر نور، از نظر هوا، رطوبت اینا همه کنترل شه که تا یک اثر تاریخی ببینید صحیح و سالم بمونه. موزیم هرات در حدود یک قرن عمر دارد که در زمان شاه امان الله قاضی تأسیس شده است. قدیمی ترین اثر تاریخی در این موزیم از 6000 سال پیش است و جدیدترین اثر آن تقریبا 100 سال عمر دارد. باشندگان هرات میگویند نیاز است تا از قاچاق اثرهای تاریخی جلوگیری شود و برای حفظ و مراقبت آن گام‌های عملی بردارند. آثار باستانی افغانستان را مردم به یغما میبره، قاچاق میکنه، دزدی میکنه و میبره برای به دست آوردن پول اینا را به فروش میرسانه. همگی باید سهم داشته باشیم و همگی باید کوشش بکنیم تا این که ای آثار تاریخی ما حفظ بکنیم. باید در حفظ نگهداری اینا تلاش بیشتر بشه. از امارات همچنین تقاضا داریم که کوشش کنن برنامه جدیدتر در آینده بسازن، روی دست بگیرن. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید برای حفظ و مراقبت از آثار و آبدهای تاریخی به زودی یک نیروی ویژه ایجاد خواهد شد که بیشترین آنها در هرات جابجا میشوند. تلاش میکنیم با همکاری وزارت محترم داخله قطعه 012 را برای حفاظت از برنامه های میراث های فرهنگی را و ای که خدای نخواسته مورد دستبرد کسی قرار نگیره داشته باشیم که یک خبر خوش است و ما میتوانیم با جرأت بگوییم که هرات بیشترین تعداد نیرو را در قطعه 012 برخوردار خواهد بودند. این روزها آمار بازدید کننده ها از موزیم هرات بیشتر شده است، اما اکثریت این افراد گردشگران داخلی هستند.
مقام های امنیتی کندهار تا یک عملیات از کشف و ضبط مقدار از مهمات و اسلحه خبر می دهد و گفته که این مقام ها این مهمات و اسلحه ها از سوی قاچاقبران به بیرون قاچاق می شد. پلیس کندهار همچنان 6 تن را نیز در پیوند به قاچاق این اسلحه ها بازداشت کرده است. کشف و ضبط مقداری از مهمات و اسلحه در ولایت کندهار. مسئولان امنیتی کندهار میگویند مدتی است که نیروهای امنیتی سلسله عملیات های خاص را برای بهبود امنیت این ولایت انجام میدهند که در نتیجه مقداری از سلاح و مهمات را نیز کشف و ضبط کردند. به گفته پلیس این ولایت 6 تن نیز به اتهام قاچاق سلاح و مهمات بازداشت شدند. با مختلف عملیات که مختلف نوع شان نیولید چطور که امارات به خلاف این شهر کمی کلینیک ولی یا کمی شانی در هواد است خارج برد پاکستان هواد یا نور علاقه به انتقال ولی نود توجه زنده مدیریت مجاهدین و الحمدلله کل هر دلو دعوا ها و جیت سایسی مشان یا نور دست شان چی انتقال ولی آغاز کشف کل اوی مال مقامات اطمینان دادند که به کسی اجازه نمی دهند تا دوباره زندگی مردم این ولایت را با خطر مواجه کنند و ناامنی را در این ولایت دامن بزنند. کندهار ولست در درد و اطمینان مکن. چه هیچ طوری استردادی تا یا مخالفین تا در اجازه نمکن. چه بیدی در افغانستان یا در کندهار ولست زیر یا بود تا نو مشکل ورسی. مرد پسر و پمار نشپی و دوری زدی که خدمت تا پامنیت تایزید. در میان جنگ افزارهایی که به دست آمده است 24 میل تفنگچه، 1 میل راکت انداز، 5 میل کلاشینکوف و 3 میل تفنگچه کربین است. پیشتر از این نیروهای امنیتی عملیات تلاشی خانه به خانه را نیز عملی کردند که در آن نیز مقدار زیادی از سلاح و مهمات را به دست آوردند. شمار از رانندگان وسایل در شهر مزار شریف شکایت دارند که خاموش بودن چراغ‌های ترافیکی در شهر سبب افزایش ازدحام شده و آنان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. به گفته این رانندگان نزدیک به یک سال می شود که حکومت برای فعال‌سازی چراغ‌های ترافیکی توجه نکردند. مدیریت ترافیک بلخ اما می گوید که با شهرواری این ولایت برای فعال ساختن این چراغ‌ها در حال گفتگو هستند. این چراغ ها در گذشته به منظور کنترل نظم و قوانین ترافیکی در شهر مزار شریف نصب و فعالیت این چراغ ها سبب تنظیم ترافیک در شهر شده بود. اما حالا باشندگان و رانندگان در شهر مزار شریف شکایت دارند که از یک سال بدین سو چراغ های ترافیکی غیر فعال است و هیچ توجه برای فعال سازی آن صورت نگرفته است. طبعا این مشکلات وجود داره، این مشکلات از دیر وقتا وجود داره که اشارات ترافیکی وجود نداره اصلا هیچ. شما میبینید که هیچ جای وجود نداره در شهر، ولی ما امیدوار هستیم که اینا ساخته شود. بسیار به کلی گزاف و قیمت ساخته شده داخل شهر. تمام اشارهای شهر که میبینید غیر فعال است. شما میبینید خودتان باید یا فعال شود اگر که بسیار سهولت ایجاد نکنه. مدیریت ترافیک در بلخ فعالسازی چراغ‌های ترافیک شهر را مسئولیت شهرولی می‌داند و می‌گوید شهرولی باید برای فعالسازی این چراغ‌ها دست به کار شود. نو دغه چراغونه چې کم دی دا ډیر ضرور دی او چې کله موږ و دې شهر ته داخل سلو د پتوحات نو ورسته په دې شهر کې چې کله موږ فعالیت شروع کړي دا شان ټول خراب یو هم نو پاله. نو بیا موږ د شهروالی والا سره رابطه وکړله، هغو دا وعدې راکړی دي او دا اطمینان راکړی دی چې انشاءالله دا به ټوله پاله کوو. تابال خو که بوده بعضې مشکلاتهایې که بوده او خو بوده نظام هم نو بوده، از این بعد انشاءالله کوشش میکنیم که مشکلاتها پیدا نشه و اگه پیدا میشه رای حلشه زود انشاءالله میسنجیم. برنامه داریم برشان که مشکلاتشان حل کنیم، مردم وسا شوه، موتروانه وسا شوه، رای حق عبور و مرورش مشکلاتش با ترافیکی و اصولش برابر کنیم را کوشش داریم انشاءالله در برنامه گرفتیم. مدیریت ترافیک بلخ همچنان میگوید نزدیک به 10,000 وسایل فاقد اسناد یا یک کلید در شهر مزار شریف گشت و گذار دارند که اگر حکومت مرکزی برای توزیع پلیت موقت به این وسایل دستور دهد میتواند در کنار افزایش عواید در کاهش جرایم نیز کمک کند. خبرهای اقتصادی پس از وقفه. خبرهای اقتصادی
هم اکنون در افغانستان 1,200,000 تن مصروف کار در صنعت قالین هستند و اگر این صنعت رشد داده شود می تواند برای هزاران تن دیگر زمینه کار را فراهم کند. مسئولان در اتحادیه تولید کنندگان قالین می گویند که می خواهند که صنعت قالین را از 18 ولایت به 34 ولایت افزایش دهند و ما از امارات اسلامی می خواهند که برای حمایت از قالین افغانی تعرفه های گمرکی را بر قالین خارجی افزایش دهند. صنعت قالین در افغانستان، صنعت بی پیشینه طولانی که بسیاری از خانواده ها از این راه گذر لقمنان برای خود پیدا می کنند. اما گسترش این صنعت نیاز به برنامه های بزرگتر دارد. چنانچه مسئولان در اتحادیه تولید کنندگان قالین از وزارت صنعت تجارت می خواهند که برای رشد صنعت قالین و سرمایه گذاری بیشتر بخشی از پارک های صنعتی را به این صنعت اختصاص بدهند تا بتوانند در بازارهای داخلی با قالین های خارجی رقابت کنند. با گفته آنان در حال حاضر 95% بازار در اختیار قالین های خارجی است. از همین رو از امارات اسلامی می خواهند که تعرفه های گمرکی را بر قالین خارجی افزایش دهد. ما برشان پیشنهاد می کنیم که از طریق رسانه های شما که ما می توانیم به قیمت که قالین های وارداتی هست به قیمت ما قالین های دستبافت افغانی را بر هموطن های خود عرضه بداریم و به جای فرش وارداتی گلم دستبافت افغانستان برشان با مقیمت عرضه بداریم. وزارت تجارت و صنعت هم میگوید که آمادند صنعت قالین را حمایت بیشتر کنند و در نظر دارند که در ولایت های کندوز، بلخ، ننگرهار، کابل و برخی ولایت های دیگر نمایشگاه قالین وطنی را برگزار کنند. قالین بدبختانه قالین های ماشینی رواج شده که افغان ها را میخرند و یک مشکل قالین ماشینی مشکل دارد که در پالی ازی که یک بار مصرف هم سرطان زاست که تکلیف سرطان به وجود میاره. خب از اینکه عوام ما بیچاره معلومات ندارن، ما مجبور هستن باز ارزان تمامش بخرن، یک مود شدم. ان شاء الله امید از خداست که ما باز قالینای در تولید فعلا هم در روی دست داریم، تولید کرده هستیم که جاگودین قالین ماشینی شوه، هم بازار قالین بازار داخلی خود هم ما به امید از خدا تا یک سال بعد ای را معیار میسازیم. آگاهان اقتصادی نیز میگویند که صنعت قالین نه تنها زمینه کار را برای بیشتر مردم فراهم میکند، بلکه میتواند در اقتصاد کشور تاثیرات مثبت داشته باشد. نرخ اسعار وضعیت هوا. برای دیدن این مجموعه خبری و خبرهای دیگر به وبسایت ما سر بزنید www.arianonews.af. ادامه خبرها تا لحظات دیگر.